بینندگان عزیز تلویزیون برابری، درود بر شما. هممون میدونیم که اون حوزه هایی رو که این جریان داعش تصرف کرده در عراق، در موصل و تکریت و جاهای دیگه، اونجا در واقع احکام اسلامی رو میخواد پیاده کنه به شکل بسیار خشن، حیوانی و درنده خویانه و با قتل عام و سربریدن و تیرباران، با تجاوز و غارت اموال عمومی. اینها یک بخشی است که شاید در این حوزه ها با همه این دولت های آدمخوار که با ایدولوژی ارتجاعی به میدان میان و نابهنگامند خانایی داشته باشه. کار تازه‌ای که این جریان وحشی واقعا و ضد انسان کرده مسئله جهاد نکاحه. حکم داده که هر خانواده، در واقع خانواده اگر ایمان نیاورد به البغدادی و به این حکومت، حکومت ارتجاعی، باید جزیه بده، از جمله غرامت جنگیش دادن یک دختره. و بنابراین شعار جهاد نکاح داده و در واقع تجاوز آشکار بیرحمانه میکنه به خانواده ها و به زنان و به دختران مظلومی که زیر چنبره این آدم ها که واقعا ما قبل تاریخ و آدمخوار اسیر رو گرفتند. من فقط داعش نیست، بوکو حرام در نیجریه، جمهوری اسلامی در ایران سالهای 60 میلیارد داشته باشید، طالبان در افغانستان، در پاکستان، در بسیاری از این کره خاکی که این جهنم اختاپوس ها حکومت برقرار کردند، این اتفاق افتاده. شعری آمد، شعری سرودم، در واقع اینو تقدیم کردم به زنان قربانی در جهات نگاه داعشی های عراق، ایران، افغانستان، نیجریه و و و. نام شعر هست کابوس ما، کابوس ماه تاریک. این کمی شکل تئاتری داره و من هم سعی میکنم با همون فرم اون اجرا کنم، چون هر بندش رو یک غاری میخوام کوتاه. کابوس ماه تاریک. جارچیان منجیان پیروز مست بر تل آبادی های فتح شده، بر منارها و معبرها به بانگ بلند ندا می دهند. دختران، همسران کافران، بیوگان، حرمهای مردان مغلوب، ما فاتحانی به شمشیر آخته، آنک حلال مایید و حرام دوزخیان. با خلیفه مسلمین جهان ابوبکر البغدادی بیعت کنید. فاتحان، فاتحان را از چشم سارتان سیراب نمایید، چشم سارانی که خدای آفرید از برای شرب مردان جهاد کرد. دختران، همسران کافران، بیوگان، کشتزاران مردان پیروز، با فاتحان مسلمان به هجره درآیید، آراسته در عفاف حجاب. پس آنگاه مردانی بیچهره پیچیده در سیاه جامه، دژم، تیر چشم و خیر سر، با خنجری خون‌آلود بر شال کمر و سر بریده مغلوبان در دست، به هجده اندر شدند تا خام از غنائم جنگی بستانند. شاهدان، زنان آسیم سر اما
در بدر در صحرای هول و شقاوت، بر شبتی از خون و ادرار آهوانی بودند تک افتاده بیار. به چون بید بنان در معبر طوفان می لرزیدند و در حراس تبدار خود می سوختند، پژمرده می شدند، می مردند و زمین از چرایی بودن خود شرمسار بود.